درود به تو رفیق سحر محمدی عزیز، امید که خوب و سلامت باشی. با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگانتون علی عزیز و متشکرم از دعوتتون به این برنامه. سحر جان، روایت های فراوانی از دهی اول انقلاب هست و امروزه مد شده که سران حکومت اسلامی و تبلیغاتیان این نظام روایت‌های تازه‌ای از اون دوره ارائه کنند. روایت تو از به عنوان یک فرزند دوره انقلاب چه است؟ من قبلش لازم میدونم قبل از اینکه روایتم رو تعریف کنم بگم که از چه نوعی از خانواده من میام. من بازمانده 5 نفر از جانباختگان دهی 60 هستم. پدرم، مادرم، عموم و 2 دایی من که اسامیشون و به هر حال پروسه جان باختنشون رو توی صحبتام بعدا میگم، توی دهه 60 به دست جمهوری اسلامی کشته شدن. من شخصا متولد انقلاب هستم، یعنی من 2 ماه قبل از انقلاب به دنیا اومدم. در اصل 10 سال اول انقلاب که دهه 60 به اسم دهه 60 شناخته میشه، ولی به نظر من از همون درستش 10 سال اول انقلابه، چون از 57 سرکوب‌ها و جنایات جمهوری اسلامی شروع شد. برای من در اصل فقط 10 سال اول زندگیم و دوره کودکی نیست، بلکه 10 سال دوندگی دنبال عزیزانم، از این زندان به اون زندان، خبر کشته شدن بابام و عموم، خبر شکنجه های وحشتناکی که روی مامانم و دایی هام انجام شده بود، خبر اعدام مامانم و دایی هام و دربدری و آوارگی مادر بزرگم و پدر بزرگم و بقیه خانواده است. یعنی 10 سال اول زندگی من که مصادف با 10 سال اول انقلاب ایران واقعا حکایت سرگردانی یک خانواده است به خاطر جنایات جمهوری اسلامی. من 3 سالم بود که بابام پیروت محمدی و عموم که برادر دوقلوی بابام بود، رسول محمدی، توی قیام سربداران در شهر آمل به دست پاسدارها کشته شدن. و 5 سالم بود که مامانم سوسن امیری و 2 تا از دایی هام، اصغر و حسن امیری، دستگیر شدن توی سال 1362 و به فاصله چند ماه از همدیگه اعدام شدن. مامانم 9 ماه بعد از دستگیریش اعدام شد. توی این 9 ماه حتی یک بار حق ملاقات نداشت. یعنی من به همراه مادر بزرگم 2 هفته یه بار از کرمانشاه می رفتیم تهران. توی اوین زندانی بودن عزیزای من، می رفتیم تهران به امید دیدن این که من دی مامانم رو بتونم ببینم. دایی‌هامو می تونستم ببینم، ولی خب خیلی دلم می خواست مامانم رو ببینم، ولی متاسفانه امکان پذیر نشد. یعنی بدون اینکه یک نفر از اعضای خانواده رو ببینه اعدامش کردن. فقط به ما بعدم خبرش رسید که خیلی وحشیانه شکنجهش کرده بودن، طوری که زیر شکنجه پاهاش رو از دست داده بود. یعنی وقتی که اعدامش کردن مامانم پا نداشت. و 2 تا دایی دیگه‌ام، حسن و اصغر امیری. دایی حسنم وقتی که حکم اعدامش اومد بچه‌ش هم تقریبا همون موقع متولد شد. یعنی دختر دایی من 2 ماهش بود که باباشو اعدام کردن و دایی فقط یک بار فرصت پیدا کرد که بچه‌ش رو بغل بگیره، که دخترش رو که بغلش شده بودن یه هدیه کوچیکم با هسته خرما درست کرده بود براش، یه پلاک درست کرده بود و اسم کجواد روش نوشته بود، گذاشته بود توی قنداقش که متاسفانه اینو پاسدارا پیدا کردن وقتی کجواد رو از دایی تحویل گرفتن و به خاطر همین مسئله دایی رو انداختن توی سلول انفرادی و دایی تا روز اعدامش توی سلول انفرادی بود. یعنی به خاطر فقط یه هسته خرما، به خاطر یه پلاک. دایی از سرم تازه ازدواج کرده بود، مدت خیلی کوتاهی، کمتر از 2 هفته از ازدواجش میگذشت زمانی که دستگیرش کردن و من همراهش بودم. یعنی روزی که دایی رو دستگیر کردن متاسفانه من شاهد این صحنه بودم و زجه های نوعروسش هیچ وقت از گوشم بیرون نمیره و فراموش نمی کنم. اون موقعی که خب دایی ما که گرفتن توی حیات بود، زنگ زدن رفت در رو باز کرد و خب ریختن برها توی حیات. همینطور که جیباشو داشتن میگشتن و داشتن بازرسی بدنی میکردن، من کنارش بایستده بودم گریه میکردم. به من یه جمله گفت،
به من گفت که سحر گوش کن، من جیغ میزدم گوشم، یه میگفت ساکت باش یه لحظه گوش کن میخوام یه چیزی بهت بگم. بعد که ساکت شدم به من گفت که وقتی برگشتی کرمانشاه به مادرم بگو برای من مراسم ختم نگیره، من نمیخوام دشمنم خوشحال بشن. این روحیش بود زمانی که دستگیرش کردن و میدونست که بر نمیگرده و همسرش وحشتناک زجه میزد. میگم مدت خیلی کوتاهی بود که ازدواج کرده بودم. خب من با خبر دستگیری و این پیغام من برگشتم کرمانشاه، یعنی تو فاصله چند روز مادرم و دایی‌امو دستگیر کردن و خبر اعدام دایی اصغرم و مامانم رو همزمان به ما دادن، یعنی میگم 9 ماه بعد از دستگیریشون. و دایی حسنم رو سال 64 اعدام کردن، 11 اردیبهشت 1364، که مصادف پس با روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، که خب اون موقع خیلی برای جمهوری اسلامی مثل یه تفریح بود که کمونیستا رو روز اول ماه می اعدام میکرد، که یه چیز سمبولیک هم باشه که نقره داغ کرده باشه که روز جهانی طبقه کارگر در از روز مرگ شما هم خواهد. به هر حال ببینید این 6 سال اول زندگی من، وقتی مامانم رو اعدام کردن من یه هفته بود مدرسه میرفتم، درست یک هفته. نمیخوام از روزی که از مدرسه برگشتم و خبر اعدام مامانم رو گرفتم چیزی تعریف کنم، چون واقعا نه خودم طاقت گفتنش رو دارم و نه شنوندگان شما طاقت شنیدنش رو. به هر حال اینا متاسفانه خاطراتی که من تنها نیستم باهاش، خیلی از خانواده ها متاسفانه با این خاطرات چند ده هست که دارن زندگی میکنن. و در هر صورت بچگی من 6 سال اول زندگی من مصادف بود با تمام مدت سرگردانی برای نزدیکترین عزیزانم که به فجیع‌ترین شکل ممکن قتل عام شدن. و بعد از اون هم که خب خانواده واقعا از هم پاشید، یعنی من اون چه که از مادر بزرگم و پدر بزرگم یادمه باعث میشه که هرچی که خودم کشیدم فراموش کنم. اون چه که من شاهد بودم که چطور این پیرزن و پیرمرد واقعا خورد شدن زیر این بار، ولی با این وجود کمرشون رو صاف نگه میداشتن، برای اینکه آرشون میومد، براشون ننگ بود که زخم نشون بدن، برای شرمشون میومد که نشون بدن که چه بلایی سرشون اومده. مادر بزرگم همیشه میگفت که بچه‌های من قربانی نیستن، یه جوری حرف نزنه نگار بچه‌های من قربانیان، بچه‌های من برای چیزی کشته شدن که بهش اعتقاد داشتن، ولی بچه‌هاش واقعا قربانی یک جنایت سیستماتیک دولتی شده بودن، ولی دوست نداشت کسی به چشم قربانی به بچه‌هاش نگاه کنه، به چشم ترحم نگاه کنه. بیزار بود از ترحم، چون عمیقا به بچه‌هاش افتخار می‌کرد. یعنی این بچه‌ها در هر صورت حاصل تربیت این پدر و مادر بودن، حاصل فرهنگ و تفکر این پدر و مادر بودن، و اونها هم متقابلا البته روی فرهنگ و تفکر پدر و مادرشون بعدا تاثیر گذاشتن، اینه که همدیگر رو تکمیل کردن. ولی مادر بزرگم خیلی براش سنگین بود که کسی بخواد در مورد بچه‌هاش جوری حرف بزنه که دل براشون بسوزونه. میگفت وقتی در موردشون حرف میزنم فقط میخوام سرمو بالا نگه دارم، اونا برای آرمان‌های خیلی قشنگی کشته شدن و این براش خیلی مهم بود. پدر بزرگم هم همینطور، با این تفاوت که پدر بزرگم کمتر در موردشون حرف میزد. پدر بزرگم توی یه بغض فرو رفت بعد از اعدام بچه‌هاش. واقعا من بیشترین خاطراتی که ازش دارم، از 13 سالم بود وقتی پدر بزرگم فوت کرد، بیشترین خاطراتی که ازش دارم اینه که شبا که از سر کار میومد تنها توی یه اتاق میشست و خیره میشد به دیوار روبروش، بعضی وقتا هم آروم مرثیه میخوند زیر لب، نه که با کسی حرف نمیزد، ولی یه مقدار منزوی شده بود و سعی میکرد در مورد اون داغ عظیمی که روی دلشه صحبت نکنه، توی خلوت خودش فقط با خودش زمزمه میکرد. ببینید واقعیت اینه که یک خانواده در اصل قربانی کشتن این 5 نفر شد، و نه فقط اون 5 نفر، ظاهرش اینه که 5 نفر رو کشتن، ولی در اصل یک خانواده رو از هم پاشیدن و چند نسل رو در اصل سرنوشتشون رو عوض کردن. کما این که خود من هم توی دوره‌ای که به هر حال ایران زندگی می‌کردم با مشکلات متعددی دست به گریبان بودم، مثلا اینکه توی مدرسه من نمیتونستم بگم که خب پدر مادرم کی بودن یا چه جوری بوده جریان. خب خیلی وقتا مثلا باید مامان آدم بیاد مدرسه یا انجمن اولیا و مربیان و هر دلیلی پدر مادر باید خودشون تو مدرسه نشون بدن. خب من همیشه مادر بزرگم بودم و این باید توضیح داده میشد. من ببینید که اون سن خب مجبور میشدم نه تنها اینکه پدر مادرم به اون شکل فجیع از دست دادم، بلکه باید دروغ هم میگفتم و میگفتم که پدر مادر من نیستن، مسافرتن، بابای من یه شغلی داره
که یه شهر دیگه زندگی میکنه و من الان اینجا میره تا چند ماه دیگه برمیگردم. یعنی هر دفعه یه چیزی میگفتم که از زیرش در برم که نه خب نمیتونستم بگم که چرا. هر جایی هم که متوجه شدم من مجبور شدم مدرسه رو عوض کنم. برای همین واقعا این پروسه تا به روزی که من به هر حال از ایران خارج شدم این جریان ادامه داشت. که مثلا تو خانواده ما این البته شامل حال من نمیشه، زمانی که من توی ایران دانشگاه قبول شدم اصلا مسئله گزینش اونا به اون شکل سابق نبود، ولی توی دهه 60 هنوز مسئله گزینش برای دانشگاه خیلی تعیین کننده بود. چند نفر از فامیلای ما که اقوام دور بودن، اصلا خیلی واقعا خیلی خیلی دور بودن، اینا بچه‌هاشون دانشگاه قبول شده بودن موقع گزینش ردشون کردن به خاطر اینکه یک نسبت فامیلی دور مثلا با بچه‌های مادر بزرگم داشتن. اینه که میگم یک خانواده در اصل، من شاهد سرگردانی یک خانواده بودم و در این حال شاهد غرور یک خانواده، چون خانواده من با وجود این که واقعا یک داغ خیلی عظیم روی شونه ما گذاشته شد، من این رو یاد گرفتم که سربلند و با کمر راست وایسم و با افتخار بگم که من دختر دو انسان انقلابیم که به خاطر زیباترین آرزوها، به خاطر آرمانهای واقعا انسانی کشته شدن و مرگشون یک فاجعه خیلی بزرگه. نمیخوام بگم که مرگشون قابل تحمل میشه، به خاطر این مسئله مرگشون قابل تحمل نمیشه، ولی من عمیقا افتخار میکنم به دختر اونا و خیلی سربلندم که اجازه دارم وارث یاد و نام و راهشون بشم. سرجان یه چیز زیبایی شما نوشتی به نام مادرم و آرزوهای زیباش. آرزوهای زیبایی که بسیاری از همنسلان سوسن داشتن، انقلاب ایران، اون آرمان ها چطور، با اون آرمان ها رو چطور شناختی؟ اون آرمان ها چه بود که تو رو وامی داره که نه فقط پرچم دادخواهی عزیزانت رو در دست بگیری، بلکه اون آرمانهایی رو که اونها باش براش مبارزه کردن رو در واقع براش مبارزه کنی، پرچم کنی، همه جا بگی؟ اون آرمانها چه بود که نسل تازه‌ای که اون سرنوشت دهی اول انقلاب رو ندیده، اون تصویرها رو تجربه نکرده، محرومیت‌های از مدرسه و دبیرستان و دانشگاه رو ندیده، محرومیت از کار رو ندیده، تحقیرها و دوگانگی‌های عمومی جامعه رو به جان نخریده، مادران و پدرانی نبودن که بهت زده به دیوار نگاه کنن و جای خالی فرزندانشون رو در بهت تجربه کنن، و اون رو تو چطور دیدی؟ ببینید، جمهوری اسلامی تاریخ انقلاب 57 رو به شکل خیلی شرم‌آوری و وقیحانه‌ای جعل کرده. اینه که خیلی ها تصورشون اینه مثلا نسل جوان که تاریخ انقلاب ایران رو از زبان جمهوری اسلامی میشناسه و به میمنت قتل عامی که جمهوری اسلامی از مخالفین خودش کرد ارتباط این نسل قطع شده با کسانی که توی اون نسل واقعا بخشی از انقلاب ایران بودن، این باعث شده که یک تصویر اشتباه داده بشه. در اصل انقلاب 57 انقلاب اسلامی نبود، یک بخشیش بود، یک واقعیتی هست. مذهبی هایی که خمینی رو میخواستن هم در میدان بودن، اینو من انکار نمی کنم، این یک بخشی از، نمیشه انکار کرد، یک بخشی از تاریخ ایران. ولی کسانی دیگه هم بودن، انسان های آزادی خواهی بودن که برای برابری، برای آزادی، برای عدالت اجتماعی، به خاطر اینکه اونطوری که مامانم به مادر بزرگم گفته بود، به خاطر اینکه حلبی آبادی وجود نداشته باشه که اون موقع مادر بزرگم تعریف میکرد، بهش میگفت که به سوسن، گفتم سوسن میکشنت، میگفت عشق تو چشاش جمع شد، گفت که حلبی آبادا رو دیدی چطوری زندگی کنم وقتی این حلبی آبادا هست، چه فرقی میکنه. این نسل برای اینکه حلبی آبادها نباشه، برای اینکه هیچ بچه‌ای گرسنه نخوابه، برای اینکه اون چیزی که امروز میبینیم که طرف میره توی میدون خودشو آتیش میزنه از فقر، از شرمی که از زن و بچه‌ش داره، به خاطر اینکه شب که خونه میره نمیتونه اون سرزو تو زن و بچه‌ش ببره، یا یه زنی میره خود فروشی میکنه، تن فروشی میکنه، به خاطر اینکه نمیتونه شیر و خشک بچه‌ش رو نمیتونه تامین کنه،
به خاطر اینکه همه اینها نباشه، به خاطر اینکه گرسنگی نباشه، به خاطر اینکه بی‌عدالتی نباشه، تبعیض نباشه و به خاطر اینکه آزادی باشه، آزادی. مردم حق داشته باشن، انسان‌ها حق داشته باشن اون چرا زندگی کنن که آرزوشونه. این نسل با این آرزوها، با آرزوی برابری، عدالت اجتماعی و آزادی پا به میدان گذاشت. و خب متاسفانه به فجیع‌ترین شکل ممکن قتل عام شد. حالا اینکه این نسل قتل عام شده دلیل بر این نمیشه که این آرزوها و این آرمانها دیگه وجود نداشته باشه. این آرزوها سربریدنی نیستن، در مقابل هیچ جوخه اعدامی هم نمیشه قرارشون داد، چون اصلا کشتنی نیستن. کما اینکه میبینید که من که نسل بعدش هستم، بعد از نسل انقلاب هستم، با اون آرمانها زندگی میکنم. من تو فضای فکری و فضای تربیتی پدر مادرم بزرگ شدم، در از همون پدر مادری که مامان من و دایی هم رو بزرگ کردن، همون ها من رو بزرگ کردن. یعنی همون فرهنگ، همون تفکر، همون دید اجتماعی و همون نگاه، و من هم همین رو منتقل خواهم کرد به نسل های بعدی. یعنی مسئله فقط این نیستش که آدم به بچه هاش منتقل میکنه، مسئله اینه که ماها محصول یک فضای اجتماعی هستیم. محصول این فقط توی خانواده من فقط شامل حال من نیست که تربیت مادر بزرگم هستم، ماها محصول یک فضای فکری هستیم، محصول برخورد و ارتباط با نسلی هستیم که به خاطر آرمانهاش حاضر بود حتی بمیره، به خاطر اینکه نگاه گرسنه یک بچه رو نبینه حاضر بود بمیره. و این یه چیزی که برای نسل جوان امروز متاسفانه خیلی بیگانه است. این نسل بیزار بود از گرسنگی، فلاکت، بدبختی و تبعیضی که در حق مردم اعمال میشه. در اصل بیزار بود از نگاه گرسنه یه بچه که برای یه تیکه نون حاضر دست به خیلی کارا بزنه، از اینکه یه پدری بره توی یه میدون خودش رو آتیش بزنه به خاطر اینکه شرمش میاد که از که برمیگرده خونه نونی نداره که سر سفره زن و بچه‌ش ببره، یه مادری تن فروشی میکنه به خاطر اینکه نداره پولش رو خوش بچه‌ش رو بده. برای اینکه همه اینها نباشد، این نسل پا به میدون مبارزه گذاشت و جمهوری اسلامی از اونجایی که قرار نبود هیچ کدوم اینها رو به مردم بده، این نسل رو به فجیع‌ترین شکل ممکن قتل عام کرد. اما جمهوری اسلامی اون چیزی نبود که مردم میخواستن. مردم برای عدالت، برای آزادی و برای برابری پا به عرصه مبارزه گذاشتن و نتیجه شد به هر حال دزدیدن انقلاب و یک سرکوب وحشتناک توسط خمینی و دارونستش. اما من چطور آشنا شدم با این مسئله؟ ببینید، من توی فضای اون نسل بزرگ شدم. یعنی نسل من، این در مورد نسل بعد از من متاسفانه صدق نمی کنه، چون ارتباطشون قطع شده از اونجایی که جمهوری اسلامی همه مخالفین سیاسی خودش رو یا قتل عام کرد یا در بدر تبعید کرد. اینه که نسل بعد از من ارتباطش متاسفانه قطع شده با نسل انقلاب، ولی نسل من هنوز توی فضای نسل انقلاب بزرگ شده و با اون آرمان ها ماها آشنا هستیم. ما با آرمان های پدر و مادر هم آشنا هستیم و میدونیم اونو برای چی کشته شدن. من بی دلیل نیست که افتخار میکنم که دختر اونها هستم. من میدونم اونا برای چی کشته شدن و آرزو دارم که روزی آرزوهاشون برآورده بشه. آرزوهای اونها آرزوهای منه. شاید اون راهی که اونها رفتن بتونه آدم میشه بحث کرد بگه که مثلا اینطوری درست بود یا درست نبود، آیا این آرزوها اینطوری برآورده میشدن یا نمیشدن، اون یک بحث دیگه است. ولی اون چه که مهمه آرمانهای اونهاست و آرزوهایی که داشتن. مهم اینه که یک انسان به خاطر چه چیزی مرده؟ به خاطر انسانیت، به خاطر آزادی، به خاطر برابری و به خاطر عدالت اجتماعی مردن و این مهمترین چیزی که نسل بعد از من باید بدونه. اینجا شما از یک جمله گفتین که پدرم در آن لحظه که جان باخت اسلحه به دست داشت، اما هر آن کس که او را میشناسد میداند او از اسلحه بیزار بود. او قلبی لطیف داشت و روحی آزاده. بزرگ مردی بود که بر پای هیچ خدایی بوسه نمیزد، اما در مقابل نگاه گرسنه یک کودک به تمامی فرو میریخت. اون نسل مبارزه علیه یک بیدادی بود که داشت در واقع حاکم می شد، خودش رو مستقر می کرد. به قول شاملو، زمانی بود که اون کس به در خانه می کوبید برای کشتن چراغ آمده بود و قصابان بودن که لبخند رو بر لبان جراحی می کردن. توی این فضا اولا آیا نشانی از این عزیزان تو هست
یا اونا مثل در خاورنهای ناپیدا و پیدا دفنن؟ آیا اصلا نشانه‌ای که نشانه اون پنج عزیزی باشه که برای آزادی و برابری جان باختن، آیا هست توی اونجا؟ آیا اصلا مراسمی چیزی برای اونها گرفته شد؟ چطور این رو در واقع دیدی؟ یعنی من این مثال رو میزنم برای اینکه اون خشونت بزرگی که علیه این فرزندان مردم ما عمل شد، اجرا شد و داره اجرا میشه رو بتونی برای بینندگان تلویزیون برابری به تصویر بکشی. ببینید، پدر و عموی من همونطور که گفتم توی آمود میمونه سربداران کشته شدن و درسته زمانی که هر دوشون زمانی که کشته شدن اسلحه به دست داشتن. من میخوام قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم اگه اجازه بدین یه مسئله دیگر، چون این تیکه از مطلب من رو خوندین، میخوام به یه مسئله دیگه اشاره کنم و اون هم این که در طول تمام چند دهه گذشته جمهوری اسلامی این کشتار فجیع رو، کشتار آزادی خواهان رو با این توجیه کرده که اینها خشونت طلب بودن، اینها برانداز نظام بودن، اینها نمیدونم منافق بودن، فتنه‌گر بودن، به هر حال با اسامی مختلفی که گفته. ولی مهمترین چیزی که الان مخصوصا اعوان و انصار رژیم که خارج کشور هم خیلی باهاش تبلیغ میکنن اینه که میگن اینها خشونت طلب بودن. خشونت طلب هم به چه شکلی که میگن که مثلا نمیدونم همون بعضیشون مبارزه مسلحانه میکردن. این یک واقعیته. برخی از سازمانهای سیاسی توی اون جنگ های بعد از درگیری های بعد از انقلاب با رژیم مسلحانه در مقابل رژیم مقاومت کردن. ولی سوال اینجاست که آیا این به معنای خشونت طلبی یا به معنای دفاع از خوده؟ ببینید، مهم اینه که کی عمل کرده، کی عکس العمل انجام داده. خشونت رو مخالفین جمهوری اسلامی شروع نکردن، خشونت رو جمهوری اسلامی شروع کرد. ببینید، اعدام‌ها درست 4 روز بعد از به قدرت رسیدن خمینی از مدرسه رفاق شروع شد توسط خلخالی. خلخالی که میگم وقتی که پاش به کردستان رسید اونطوری قتل عام کرد چون کردها مسلح بودن. خلخالی 4 روز بعد از قدرت گرفتن خمینی از چند تا زندانی که در اصل بازماندگان سران رژیم شاه بودن برد روی پشت بام مدرسه رفاه اعدام کرد، اونها که مسلح نبودن. که این استدلال که اونایی که اعدام کردن مسلح بودن به این دلیل اعدام کردن، یا مثلا وقتی که من در مورد بابام صحبت میکنم بعضی ها میگن که خب مسلح بوده، خب عملیات مبارزه مسلحانه میکرده، برای همین جواب خشونت با خشونت داده میشه. ببینید، این فرق خیلی بزرگی داره. درسته بابای من اسلحه دستش بود، ولی بابای من همونطور که گفتم از اسلحه بیزار بود، اسلحه بهش تحمیل شد. واقعیت اینه که اسلحه به دست گرفتن به اون نسل تحمیل شد. این نسلی که ما ازش داریم حرف میزنیم اوائل انقلاب جلوی دانشگاه اعلامیه پخش میکرد، میز کتاب میذاشت، جزوه میفروخت، بحث میکرد، در اصل قلم دستش بود. این نسل اسلحه رو جمهوری اسلامی بهش تحمیل کرد، به خاطر اینکه وقتی که اسلحه میکشی به روی کسی که قلم دستشه دو حالت داره، یا باید بمیره بی صدا یا باید از خودش دفاع کنه. و قانون دفاع از خود یک قانونیه که در سراسر کره زمین به رسمیت شناخته شده. در اصل نسل آزادی خواهانی که توی دهه 60 توسط جمهوری اسلامی قتل عام شدن نسلی بود که نه برای اسلحه بلکه علیه اسلحه به میدان اومده بود، ولی چون روش اسلحه کشیده شد از خودش دفاع کرد. و مقاومت اتفاقا چیز بسیار ارزشمندیه. این چه فرهنگیه که ما فکر میکنیم که قهر باید فقط از حکومت بیاد؟ قهر زمانی در مونوپول یک حکومت خواهد بود که این حکومت حقوق مردم رو به تمامی به رسمیت بشناسه. یعنی حکومتی که ابتدایی ترین حقوق مردم رو پایمال میکنه و هر صدای اعتراض رو با گلوله جواب میده، واقعا هیچ قانونی در دنیا وجود نداره. یعنی شما طبق حقوق قوانین بین الملل هم اصلا چنین قانونی وجود نداره که اون وقت قهر فقط در مونوپول یک چنین حکومتی باشه. مردم هم حق دفاع از خودشون رو دارن و جواب کسی که با تبر به در خونت میزنه مسلما یک شاخه گل نیست که گل سرخ بهش هدیه بدیم و بگیم که دست شما درد نکنه که داری تبر میزنی که مردم اینجا قتل عام کنی. مسلما اتفاقا به نظر من اون کسانی که مقاومت کردن در مقابل این
سرکوب بخشیانه ای که خمینی در حق مخالفین خودش اوایل انقلاب انجام داد، اتفاقا کسانی که مقاومت کردن بسیار کار درستی کردن. این مقاومت اگر با اسلحه بوده یا با هر چیز دیگه باشه، لازم باشه باید هم با اسلحه مقاومت کرد. مسئله اینه که ما نباید همیشه این کسانی که فکر میکنن که مثل اینکه مردم، ببخشید که اینطور میگم، باید همیشه برای باشن که سلاخی میشن. نه، ما نباید حتما برای باشیم که سلاخی میشیم. ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم و من اسلحه به دست گرفتن اون نسل رو دفاع از خود میدونم و مقاومت میدونم که بیش از اندازه ارزشمند و قابل افتخار. حالا برمیگردم به سوالی که شما کردیم که در این مورد که خب این خشونتی که رژیم در حق خانواده ها اعمال کرد و بر مسئله مراسم و اینکه آیا مزارشون مشخصه یا نه، ببینید من متاسفانه نه من و نه هیچ کس دیگه از خانواده ما نمیدونیم عزیزامون کجای خاک های ایران خوابیدن. یعنی جنازه بابام و عموم رو هرگز تحویل ندادن و مامانم و دایی هم رو هم همینطور. در مورد مامانم و دایی حسن هم گفتن که توی خاوران دفن شدن و در ضمن معلوم شد که دروغ گفتن، به خاطر اینکه همون آدرس قبلی که از مامانم به ما داده بودن، همون آدرس رو به یه خانم دیگه هم داده بودن که دخترش رو اعدام کرده بودن. یعنی این آدرس قبل رو به دو نفر داده بودن و این خانم اینقدر سرگردان قبر بچهش بود که یه بار شبانه رفته بود قبر رو کنده بود، یه تیک پارچه پیدا کرده بود اونجا. خب خیلی گذشته بود اون موقع، حداقل یک سال گذشته بود از اعدام مامانم، من نمیدونم چه مدت از اعدام دختر اون. برام یه تیک پارچه موفق شده بود پیدا کنه از چیزی که قابل شناسایی بود و اومده بود به مادر بزرگ من نشون داد که آیا سوسن همچین لباسی داشت. یعنی حتی اون آدرس قبری هم که دادن واقعی نبود، به هر حال یا به ما دروغ گفته بودن یا به اون مادر دروغ گفته بودن، به ما هیچ آدرسی ندادن. ولی من واقعیت اینه که به جایی رسیدم که دیگه برام فرقی نمیکنه که اینا آدرس میدن یا نمیدن. تمام ایران برای من بوی عزیزامو داره، تمام ایران برای من بوی نسلی رو داره که شاید ممکنه پیکرش جایی خوابیده، پیکر این نسل جایی خوابیده که مشخص نیست کجاست. شاید ما آدرس تک تک این قبرا رو نداریم، ولی واقعا فرقی هم نمیکنه. فرقی نمیکنه. اون چیزی که از مامان من و از دایی‌های من و از پدر مادرم و از یک نسل به جا مونده، مسئله پیکرش نیست، مسئله یادشونه، مسئله نامشونه و مسئله راهشونه و آرمان‌هاشونه. اینها زنده است. حالا با پیکر خانواده من چه کار کردن؟ متاسفانه من نمیدونم و این داغی بوده که سالیان سال منو تعقیب کرده و امروز هم راستش خیلی 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 عذاب میکشم از اینکه نمیدونم کجا خوابیدن. ولی هر جا خوابیده باشن دیگه فرقی نمیکنه. اون چه که خیلی خیلی مهمه زنده موندن آرمان هاشونه، زنده موندن راهشونه و زنده موندن نام و یادشونه. و تا زمانی که من و امثال من نفس میکشن، با هر نفس اسم اونها رو فریاد میزنیم و هرگز و هرگز اجازه نمیدیم که نه تنها اجازه نمیدیم که نام و یاد اونها به فراموشی سپرده بشه، اجازه نمیدیم که این جنایت هم به دست فراموشی سپرده بشه. و مسلما تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که آمرین و عاملین جنایات دهه 60 رو بتونیم در دادگاه های بین المللی و در یا در بهترین حالت در یک دادگاه مردمی توی ایران بتونیم محاکمه کنیم و به سزای اعمالشون برسونیم. شما بر نکته خوبی به عنوان سوال آخر من اشاره کردید، مسئله در واقع به دادگاه کشیدن همه آمران و عاملان جنایات سیاسی توی ایران، جنایاتی که خصوصا تو دهه 60 با وحشیگری وحشتناک و یک هجوم گسترده انجام شد، بسیاری بر شکستن سیکل خشونت و اعدام در واقع تکیه میکنن. تو به عنوان عضوی از خانواده خاورانهای ایران، به عنوان کسی که در کمپین و اعتراض و کارزار همیشگی برای دادخواهی بودی، فکر میکنی که نسل ما و نسلهای آینده چه باید بکنه که این خشونت رو، خشونت دولتی، خشونت سازمان یافته رو پایان بده؟ به نظر من مهمترین قدمی که در این رابطه میشه برداشت رسیدگی به این جنایاته، به خاطر اینکه فرهنگ این که جانیان بدون هیچ عقوبتی قصر در میرن از هر چیزی کردن، باعث میشه که این جنایت در حق نسل‌های دیگه هم تکرار بشه. کما اینکه ما توی ایران دیدیم این رو، دیدیم که اینها جنایاتشون فقط به دهه 60 ختم نشد،
درسته که دهه 60 ابعادش خیلی متفاوت بود، ولی تو دهه 70 با قطره زنجیره‌ای ادامه پیدا کرد و توی دهه 80 با تحریزک ها ادامه پیدا کرد و ادامه مخالفین سیاسی تا امروز هم ادامه داره. و من لازم میدونم به یک نکته اشاره کنم اینجا، اگر که آمار اعدام زندانیان سیاسی الان پایین تر از دهه 60، علتش این نیست که رژیم دموکرات شده و مخالفین سیاسیش رو قبول میکنه، علتش اینه که میزان مقاومت و اعتراض به اندازه اون موقع نیست. یعنی توی دهه 60 اعتراض و مقاومت انقدر سطحش بالا و سیستماتیک بود که رژیم این نیاز رو داشت که برای سرکوب مخالفین خودش به طرز وحشتناک و هزار هزار بکشه. الان مقاومت به اون شکل نیست، به همین دلیل آمار اعدام هم طبیعتا اومده پایین و من مطمئنم متاسفانه این یک واقعیت تلخه که هرچه صدای اعتراضی باشه گلوله و تناب دار هم در دست جمهوری اسلامی هست در جواب مخالفین سیاسی خودش. تنها راهی که داره اینه که باید جنایات دهه 60 بهش رسیدگی بشه، آمرین و آمرین شناسایی بشن، محاکمه بشن و در موردشون تصمیم گرفته بشه که این جنایات تکرار نشه. یعنی جلوی تکرار این جنایات واقعا فقط با این گرفته میشه که ما فراموش نکنیم. این چیزی که ببینید بی دلیل نیست که جمهوری اسلامی الان سال هاست، شما اگر از زمان ریاست جمهوری خاتمی به خاطر داشته باشیم، این کمپین فراموش کنیم دهه 60 که گذشته آشتی ملی یا هر چی که اسمش بود از اون موقع شروع شده، هرچند که کسانی که دم از آشتی ملی زدن هرگز قصد آشتی با ملت نداشتن و در همین اینکه گفتن آشتی ملی همچنان از ملت کشتن، ولی خب حالا اون به جای خودش. به هر حال مسئله اینه که دلیل داره که اینها از فراموشی حرف میزنن، چون میدونن که حافظه ملت که چنین جنایاتی رو به دست فراموشی بسپاره، نتیجهش اینه که اینها به سادگی میتونن همون رو تکرار کنن. مثلا آقای پور محمدی میاد میشه وزیر دادگستری دولت روحانی، یا مثلا ابراهیم رئیسی میاد میشه کاندید ریاست جمهوری، و یا یه دادم هم میرن بهش رنگ میدن. اینه که خب واقعا چه توقعی میشه داشت؟ چه توقعی میشه از پور محمدی یا رئیسی که اعضای هیئت مرگ سال 67 بودن و حکم اعدام هزاران نفر رو صادر کردن؟ چه توقعی میشه وقتی که یکیشون رئیس جمهور یا اون یکی وزیر دادگستری باشه؟ یا از روحانی که پور محمدی رو به عنوان وزیر دادگستری انتخاب میکنه واقعا چه توقعی میشه داشت؟ اینه که به نظر من حافظه تاریخی چیز خیلی خیلی مهمیه، نه به خاطر اینکه ببین چند تا جنبه داره، یه مسئله اینه که عدالت در حق قربانیان اون جنایت سیستماتیک دولتی رعایت بشه، برقرار بشه. یعنی خون اونها هم اینطوری نیستش که یه اومدن کشتن و رفتن و تموم شده، باید جواب پس بدن به خاطر این همه خونی که ریختن. یه مسئله اینه. یه مسئله دیگه جلوگیری از تکرار این جنایته، ولی این دوتا هر دو واقعا مستلزم یک قدمه و اون قدم رسیدگی به این جنایات سیستماتیک دولتیه که من توش افراد نمیبینم. برای من نه پور محمدی، نه رئیسی، نه اشراقی و نه هیچ کدوم اینا و نه شخص خمینی، فقط هیچ کدوم اینها فقط نیستن که جنایتکارن و عامرین و عاملین کشتار دهه 60 هستن، بلکه کلیت سیستم جمهوری اسلامی با همه جناها، با همه سران، حتی اونهایی که امروز انکار میکنن و میگن من اصلا خبر نداشتم، دیروز اتفاقی خبردار شدم خودمم، اینها همگی جزء عامرین و عاملین کشتار دهه 60 هستن و امروز هم هر جنایتی در ایران صورت میگیره کلیت جمهوری اسلامی مسئول این جنایت هستش. و موضوع اینه که همینطور که شما گفتیم این سیکل جنایت پایان پیدا کنه. یعنی من به شخص مخالف حکم اعدام هستم. من حتی اگر اون کسانی که توی جوخه اعدام وایسادن و به سینه عاشق مادر من شلیک کردن و مامانم رو کشتن، حتی اگر اونها امروز در مقابل من قرار بگیرن، من حتی مخالف اعدام اونها هستم. من مخالف حکم اعدامم، من مخالف اسیرکشیم، اما من موافق برقراری عدالتم. یعنی این آدم ها باید محاکمه بشن و باید معلوم بشه برای تاریخ یک کشور و برای فرهنگ سیاسی یک کشور باید معلوم بشه که جنایت بی عقوبت نمیمونه. نمیشه که یک حکومتی بیاد هر چقدر دلش میخواد مخالفین سیاسی خودش رو قتل عام کنه و بعد تازه 20 سال بعدش بیاد پرچم بگیره دستش بشه مثلا اپوزیسیون. اون چیزی که ما دیدیم دیگه، مثلا موسوی که نخست وزیر دهه کشتاره، خب پرچم آزادی خواهی هم از دست مردم دزدید و اینو میبینیم دیگه الان که خارج کشور خیلی های دیگه هستن که اومدن در جست اپوزیسیون میگیرن. این فریب تاریخی باید جلوش گرفته بشه، نه به خاطر کینه و نفرت، به خاطر این نیست که ما از اینها نفرت داریم و کینه به دل داریم، به خاطر اینکه این جنایت تکرار خواهد شد و این آدم ها اینطوری نبود که در حق ما جنایت کردن
و برای دیگران یار دلسوز خواهند شد. اینها ماهیت جمهوری اسلامی، ماهیت یک سیستم جنایتکاره و این رو کارنامه نزدیک 4 دهه نشون داده. این ادعای من نیست، هر کس کارنامه‌اش رو نگاه کنه به هر حال کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی چه کرده. و مادامی که اینها حکومت بکنن، جنایت، کشتار، گرسنگی، فقر، بدبختی، تبعیض، اعدام، سرکوب، همه اینها ادامه خواهد داشت و تنها راهش به نظر من اینه که مشخص بشه که کی بوده، چرا و به چه شکلی و اینها محاکمه بشن و این توی چارچوب جمهوری اسلامی از اونجایی که امکان پذیر نیست. بنابراین اولین قدم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در کلیت خودش. درود بر تو و امید که باز بتونیم گفتگوهای دیگری رو در همین رابطه مبارزه علیه بیداد و برای همون آرمان‌های شریف عزیزانمون بتونیم دنبال کنیم. سپاس از شما. متشکرم علی جان، خسته نباشید. با تشکر از شما و با تشکر از بینندگانتون که این برنامه رو تماشا کردن.